به نام خدا و با عرض سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. رئیس جمهور کرزی بامداد امروز کابل را به مقصد کولمبو پایتخت سریلانکا ترک کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی بنا به دعوت رسمی رئیس جمهور سریلانکا به این کشور سفر کرد. خبرنامه می افزاید که رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر 3 روزه با رئیس جمهور سریلانکا دیدار و در مورد گسترش رابط دو جانبه میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. قرار است یک موافقت نامه و 3 یادداشت تفاهم در بخشای تحصیلات عالی، ورزش، صحت و استخدام میان افغانستان و سریلانکا امضا شود. جیمز کننگهام سفیر امریکا در افغانستان دیروز در سفرش به ولایت بلخ گفته است به دلیل آنکه نتیجه انتخابات برای امریکا مهم است، این کشور می کشد افغانها را برای برگزاری انتخابات همشمول یاری رساند. وی در این حال بار دیگر بر امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن تاکید کرده می گوید اگر این موافقتنامه امضا نشود، نیروهای امریکایی و ناتو افغانستان را ترک خواهند کرد. ایالات متحده امریکا از یک انتخابات همشمول در افغانستان پشتیبانی میکند. انتخاباتی که نتیجه آن برای مردم افغانستان قابل قبول باشد و سبب وحدت ملی در این کشور شود. طالبان شب گذشته بر یک پاسگاه پلیس محلی در ولسوالی قیصار و ولایت فاریاب حمله کردند. با آنکه مسئولان امنیتی این ولایت تا هنوز در مورد این حمله چیزی نگفتند، اما رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب گفت که در این حمله 8 پلیس محلی مشمول یک فرمانده آنان کشته شدند. نسرین اوریاخیل جایزه 10 بانوی شجاع جهان را به دست آورد. بانو اوریاخیل که مدیر بیمارستان ولادی نسایی کابل است، از شمار 10 بانوی است که جایزه شجاعت را به دست آوردند. در مراسم توزیع این جوایز که در وزارت خارجه امریکا را اندازی شده بود، بانو نسرین دستاوردهای بانوان افغانستان در 12 سال گذشته را ستایش کرد. اهدای جایزه شجاع‌ترین بانو در جهان در سال 2007 از سوی وزارت خارجه امریکا ایجاد شد. این جایزه به کسانی داده می شود که برای صلح، عدالت، حقوق بشر و ویژه حقوق بانوان تلاش کردند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از محمود عباس رهبر فلسطینی ها خواستار به رسمیت شناخته شدن دولت یهودی ها شده است. نتانیاهو روز گذشته در واشنگتن با بیان این مطلب اظهار امیدواری کرده گفت که پیمان صلح با فلسطینی ها تکمیل خواهد شد اگر گروه های مشمول حماس، حزب الله و القاعده با این صلح مخالفت نکنند. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. بقیه روزتان خوش. خدا نگهدار.